بینندگان و شنوندگان گرامی، درود فراوان از نوع بیکران بر شما. امید آرزو دارم که در هر کجای این غربت گزنده و پهناور که به سر میبرید، گوش برادران کر خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید. بدیهی است که این امید آرزو تنها شامل آن دسته از هموطنانی نمیشود که همزیستی با کژدم غربت یا تبعید را به همنشینی با حضرات ترجیح داده و در چهار گوشه جهان آواره شدند، بلکه شامل آن گروه وسیع از همسرنوشتانی نیز می شود که در وطن خیش غریبند. باری شما بزرگواران، امروز چهارشنبه 17 اپریل مزبزب از برجام الحرام سنه 2019 ترسایی برابر با 28 فروردین 1398 خودمانی و 1438 آخوندی، 174مین برنامه طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن به اهتمام سید بهبهانی توجه می فرماید. این برنامه در قلمرو طنز سیاسی و اجتماعی است و محتوای آن نیز برگرفته از طنز نوشته های هفتگی حمیدرضا رحیمی است که به مکتوبات یا مکتوبات بدوی هم اندکی معروف است و تلخی طعم طنز در این برنامه ناشی از فجایع اتفاقیه در وطن سابق است و این بنده فقیر کمتر از قطمیر هم به عنوان کاتب و منشی بدوی در رکاب شما گرامیان شمشیر میزنند. خب نازنینانی که با ما از نزدیک آشنا هستند میدونن که ما معمولا برنامه رو با یه قطع شعر فارسی عمدتاً در از آثار نویسنده البته در حوزه شعر مدرن عمدتاً و یه قطع فارسی آغاز می‌کنیم و بعد می‌پردازیم به جستارهای دیگر. عرضه بدارم تصویر شماره 1 ما رو می‌برد به قسمت شعر و یک شعر برای شما انتخاب کردم به اسم رگبار در آفتاب. قرار نبوده که در آفتاب رگبار باشه، ولی به هر حال در این شعر این اتفاق افتاده و از کتاب رگبار در از شعر رگبار در آفتاب، کتاب یک تکه از زمان چاپ دوم البته صفحه 310. حالا ببینیم این رگبار در آفتاب چگونه اتفاق افتاده است. بعد از کنم میگوید خورشید در آینه میخندد و نور مثل حریر بر اندام شاداب گل پیچیده است و حواشی خرم در هوای مطبوع نیمروز نفس عمیق می‌کشند. آسمان بی مزایقه در چشم اهالی چکیده است و شهر میزبان خوشروی گیسوان معطری است که سخاوتمندانه در حافظه گیج باد منتشر شده است و مردمانی از جنس روز که خوشبختی بومی را آرام زیر آفتاب ورق می زنند. آبی زلال در رگ زمین جاری است، عکس بوسه براب می افتد و تکثیر می شود و خنده به پرنده شیرینی می ماند که از لبی به لبی دیگر می نشیند. با این همه نمیدانی که در این آفتاب گرم و شاد چه بارانی میبارد در دلم. و این شعر چی بود؟ رگبار در آفتاب از کتاب یک تکه از زمان چاپ دوم صفحه 310. از کنم این تصویر شما یک رو که دارید ملاحظه میفرمایید، این یک نمایی از آثاری که حمیدرضا رحیمی و نیز بدوی مرتکب شدند. دوستان اگه خواستن که دست کم از اینها رو از نزدیک ملاحظه بفرمایند، لطف کنند تشویقشان به سایت نویسنده، معمولاً به لطف‌های بهبهانی روی صفحه هست از hazl.com و در اونجا سراغ قسمت انتشارات رو بگیرید و در اونجا عرض کنم این آثار رو ملاحظه می‌فرمایید و اگر خدای نخواسته زبانم رو البته خدا اون روز نیاره ان شاءالله، اگه خواستید که تهیه بفرمایید در اونجا به قول عوام گزینه سفارش هم دارید و حتی خطر کردیم و به توصیه برخی از دوستان به قول عوام آپشن دونیشن هم گذاشتیم، گرچه می‌دانیم که کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست، استاد سخن فرمود. اما به هر حال امتثال اوامر دوستان کردیم و اون گزینه را هم گذاشتیم. و دوستان یه قطع فارسی با هم دیگه نگاه کنیم، باز این از آثار حمیدرضا رحیمی است، خط البته.
اما شعر از امیر شاهی است و اجازه فرمایید که این بخش میانه تابلو که دارید ملاحظه می‌فرمایید با قلم نستعلیق نوشته شده است و در پیرامون خط شکسته هست. بله، دارید ملاحظه می‌فرمایید. اگه بنده بتوانم بخوانم. بله، ما آینه ایم هر که در ما نگرد. عرضه بدارم که این قدریسه است که خود بنده اینجا دچار زحمتم. بله، هر نیک و بدی عرض کنم که در خود بیند. بله، ما آینه ایم هر که در ما نگرد. بنده گرفتاری چشمم هنوز دارم و سخت برام این رو خواندم. بله، عرض کنم ما آینه ایم هر که در ما نگرد. این یک مصرع این هست که نستعلیق نوشته شده است. خب دوستان عزیز، میرسیم الان به قسمت چیستان. این چیستان دوستان باش آشنا هستن، این آقای فدوی ما به قول عوام ترابل میکر هست، در سر درست میکنه. هر هفته با طرح یک پرسش معمولا مصور گریبان ما رو میگیرد، به قول روزی ما رو به چالش میکشد که این داستان از چه قرار است به نظر شما. اجازه فرمایید که نخست برنامه هفته پیش رو نگاه بکنیم. تصویر شماره 3 هست، یک رودخانه است یا دریاچه است و اینها که رنگ قرمز دارد. خب تا شما تصویر رو دریافت می‌فرمایید از سر آقای بهبهانی، زفتن که من ببینم دوستان هم اگر نظری داشتن عرض بکنم خدمت شما. بله، از کنیم تعداد دوستان انسان لطف کردن و نظرات ابراز فرمودن، ولی عمدتا که مد نگاه میکردم اینه عمدتا نظرشون این بود، این دوستان که مثلا یک به عنوان نمونه برای شما عرض بکنم، یک از دوستان نوشته است که این نتایج سید بیرویه آبزیان هست در عرض کنم در یک رودخانه. بیشتر دوستان تصورشون این بوده یا نگاهشون به قضیه اینجوری بوده، که البته اتفاق هم میفته. بعد دیگه دوستان نوشته است که نتیجه مبارزه سوسمارها در فلوریدا بعد جاش هم معلوم فرمودن. بعد میکائیل گرامیان لحظات پیش ایمیلش رسید، مرحوم داشته است که زنده انقلاب میگوید که بنا به گفته خرافه پرستان این نشانه است از دوره آخر زمان، در کتاب‌های مذهبی به آن اشاره شده، ولی در حقیقت در اثر نشت مواد سمی و آهنی رنگ آب خونی می شود. این عین نظر میکائیل عزیز بود، و اما که نزدیک پاسخ درست است. البته من عرض بکنم که اول این فلوریدا جای دیگه نیست و محل این عرض کنم که رودخانه که ملاحظه می فهمید در ملبورن استرالیا هست و هیچ عرض کنم که ماهی سوسماری چیزی در اینجا سید نشده یا کشته نشده خوشبختانه، یا نهنگی و از این قبیل. و داستان از این قرار بوده است که این مقداری عرض کنم باران گرم در تلفیق با عرض کنم نور خورشید باعث شده است که تا جلبکایی که در این رودخانه بوده در آبشور ماده بتا کاروتین به قول منبع خبر عرض کنم بسازن و آب رو رنگی بکنن. و منبع خبر افزوده است که این در واقع صورتی نبوده، پرتغالی بوده، اما بعدها این تبدیل شده است به صورتی و کلی مورد علاقه مردم هست و بازدید کننده هم دارد به استناد منبع خبر. خب این هفته پیش بود و تصویر شماره 4 هفته آینده است. شما لطف فرمایید که نگاه بکنید و شما دریافت می‌فرمایید بنده از این قهوه کر مهمان شما باشم. انشاءالله که ماه رمضان نباشد. خب دوستان تصویر شماره 4 این رو ملاحظه بفرمایید که اگر نظری یا نقطه ملاحظه می‌فرمایید
یک هفته فرصت هست و عرض کنم که مرحمت کنید و هفته آینده هم بنده اگر عمری بود و برنامه ای سر را به قول عوام استاپای میکنم و پاسخ درست رو از ادبی میگیرم و بیارم خدمتشون. خب سید حوصله نداره تا هفته آینده صبر کنه، میگه این تبلیغ عرض کنم که ماشین راهسازی داشتیم در ایران هم داشتیم، درست میگم در ایران هم داشتیم مثلا کاترپیلار رو من یادمه. بله این نظر سعید بوده، دوستان نمیدونم نظرشون چی هست. حالا من از آقای دکتر فدوی خواهش کردم، گفتم که این یه خود سخته و یک راهنمایی چیزی بفهمید که آقا چی سخته با اوضاع احوالی که الان در ایران هست، این خیلی قول عوام میکسنس میکنه، معنی و مفهوم پیدا میکنه. گفتم خب پس یعنی در ایران هست؟ گفت بله در پاکستان یا در هند نیست. اینم راهنمایی. به هر حال اینکه این راهنمایی چقدر مفیده بنده نمیدارم، اما به شرط عمر و برنامه هفته آینده خدمت شما عرض میکنم. بله خب دوستان داریم میرسیم. سعید میگه که نظر سعید بذار یادداشت کنم. نظر سعید میگه این آگهی تبلیغ در ایران هست. بسیار خوب. تبلیغ ماشین راهسازی در ایران. تبلیغ ماشین راهسازی در ایران. این نظر سعید بود. دوستان دیگه نظرشون که برسه بنده همه رو یکشا تقدیم میکنم. خب عزیزان رسیدیم به بخش بازرگانی و پرسشی شده است که این آقای فدوی ما که اهل معنا بوده است اینا چگونه است که عرض کنم حواس بیزینس و تجارت و این حرفا کرده است. داستان طولانی است و برای اینکه صفحه جوی در وقت بکنیم بنده خواهش میکنم که دوباره به سایت نویسنده از .com مراجعه بفرمایید و جستارهای گوناگونی دارد این سایت و در اونجا عرض کنم که به سراغ بخش انتشارات رو بگید مجددن کتاب ملاحظه خواهید فرمود به اسم تذکرة الاشقیا، این دو جلد هست، قرار بوده است که 6 جلد باشد اما اینکه عمر فدوی قدر میدهد یا نه بنده نمیدارم. به هر حال این تذکرة الاشقیا در جلد نهوست از نوشته ای دارد به اسم فدوی با مدیریت جدید، فدوی under new management به قول عوام، و در اونجا مشروع پرداخته است به این قضیه که چه شده است که ایشون تغییر مسیر داده و میخواهد بزنسمن بشه. بعد بعد اون رو خودتون ملاحظه بفرمایید. ولی به هر حال در این دیپارتمان بزنس ایشون یک تابلوی هم خوشنویسی کرده زده اون بالا که مفلس ار جنس خود ارزان نفروشد چه کند، هم بها کرد توی دستی دوران ما را. بنده تصورم این است که آقای فدوی ما منظورش این است که به هر حال تاجر ناخن خوشگو نیست و راه میاد با مشتری. استنباط بنده اینه تا بینندگان محترم ضد انقلاب چه تصوری میفرمایند. بنده یادم نره که سپاسگزاری کرده باشم از دوستانی که در امر جمع‌آوری تصاویر و برخ فوتوشا ما رو کمک میکنن، تشکری کرده باشم و از آن میان عزیزان الهام، شبنم، فروغ، یاشار، مایک، مجیخان، میکائیل و آرزای یغلاوی، یار دیر و دور. خب دوستان چند تا آگهی رو با هم دیگه ببینیم و مثل همه جای دیگه که آگهی دارن فدوی هم گفته آقا ما در صحت و سقم محتوای آگهی ها مسئولیتی نداریم و مسئولیت اون به گردن تبرخورده آگهی دهنده از حالا نظر فدوی بوده. بر روی اولین آگهی رو با هم نگاه میکنیم، تصویر شماره 5 هست و بنده فکر میکنم این تجارت بسیار پرسودی است. این تصویر شماره 5 رو اگه ملاحظه فرمایید، ملاحظه میفهمید که یک عرض کنم که پارچه اینجا آویزان شده است و من نوشته است که پشم شما را خریداریم. اینی که عرض میکنم که این تجارت بسیار سودمندی در ایران اسلامی خواهد بود، اگه گفتین چرا؟ برای اینکه بخش عظیمی از پشم جهان در ایران اسلامی است، بنابراین این بزرگوار به زودی کارش سکه میشه. نگاه بکنید اصلا پشم همه مملکت رو برداشته. این است که این تجارت پرسودی است. به هر حال بنده لو دادم این ایده رو. دوستان برن سراغ برادران ویژین بفرمایید تریم بفرمایید به قول عوام و راست صاحب کلی پش میشید. دوستان با عبارت فرنگی شعاف آشنا هستین دیگه، میگن طرف شعاف کرده، یعنی
خودنمایی کرد و این حرفا. حالا از نوع اسلامیش هم ببینید، معمولا این نوع ارز کنم که غیر اسلامیست، غربیست، ولی از نوع اسلامیش هم ببینید در تصویر بعدی که شماره 6 هست. ملاحظه بفرمایید که یکی از خواهران گویا نماینده محترم بیت در مجلس هست، ایشون نوشته است که از کنم که قسمت ریز بنده مشکل همیشه دارم، نوشته کمک های اهدایی دکتر پروانه مافی نماینده مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلامی به مردم سیزده استان خوزستان. بعد نمیدونم چه نیازی بوده که این دور عوام این شغاف رو بفرمایند، حالا خود مردم بیان که اصلا عرض بکنم که جایی عنوان بکنن مشغول عرض کنم امداد رسانی به هموطنان آسیب دیده هستن و به هر حال به دولت گرامی البته دل و امیدی نبستن بر روی. و اما در تصویر بعدی که شماره 7 دوستان ببینیم این حاجپرستان بی مشکل و مسئله، چون مشکل و مسئله ظاهرا ندارن، به هر حال نه گیر ببندی، نه چوب و چماقی، نه زندانی، حبسی، اعدامی، این حرفا رو اجارتا ندارن تا زمانی که شهر انبر اونجا نرسیده، اونها ندارن این ماجراها رو. دانشیم چیز عجیب و غریب درست میکنم، شما نگاه کنید تصویر شماره 7، من نمیدونم از زیبایی هم نمیشود گفت که زیباست، این به راحتی میشود تشخیص داد که نماهای گوناگونی است از شکم، احتمالا شکم مردان هم هست، یکی از اینا بسیار عرض کنم هشمالوز. حالا اینو ببندم که یعنی شکم ما این گونه است، حالا بعد نمیدونم این چه لطفی داره، عرض کردم این حاجپرستان بی مشکل و مسئله هستن، میشن از این چیز عجیب و غریب فکر عجیب و غریب بکنن و تولیدش هم میکنن و لابد مصرف هم میشه. الان اون برادر دارید ملاحظه میفرمایید یکی رو بسته به کمر بله. عرض کنم که دوستان سالوت کرده بود و تصویر بعدی رو برای ما فرستاده بود که proof of global warming and حالا من نمیدونم دوستان چگونه به قضیه نگاه ها میکنن، ایشون از من نظر خواسته بود، گفتم والا به هر حال این ماجرای گرمایش زمین به اصطلاح یک ماجرای کاملا جدی است، اما در این تصویر به نظر میاد که دوستان برای از سال 2010 به بعد هیچی نذاشتن، اینجا به نظر میاد 1720 رو نگاه بکنید بعد 1900 و الی آخر و انتها واپسین اون 2010 است. از 2010 به بعد دیگه عرض کنم که دوستان 4 تکبیر زدن. سعید میگه این بخار شده رفته هوا دیگه چی شده بود. بله احتمالا همینطوره، برای اینکه صحبت راست میگه گرمایش زمین هست، درسته. و به هر روی از 2010 به بعد دوستان چیزی نگذاشتن، نمی آیند باز به قول خیام بزرگوار. بله به هر حال یک فقره سیفی مکتبی هم ببینید دوستان در تصویر بعدی شماره 9. حالا بنده نمیدونم اینو آیا الله جل جلاله به این ترتیب تولید فرمودن یا اینکه این محصول عرض کنم که برادران مؤمن و مکتبی است. حالا بنده اصلا نمیدونم این چه است، از این میوه های مکزیکی باید باشه، نمیدونم خیار چیه، نه خیار که نیست. بله این هم از این. دوستان هنرمندان فرش باف ما که آثار شگفت انگیزی واقعا تورید فرمودن، اینها در همه جهان مشهور است، از نماد و نمودهای کارهای هنری و فرهنگی مردم ایران هست و چقدر زیبا. حالا من نمیدونم بعضی از این بزرگواران که البته حتما مؤمن هستن و اینها اومدن به سمت حضرات آیات در تصویر بعدی شماره 10 ملاحظه بفرمایید. سعید میگه آقا این منظور بنا داشته که آقای سیستانی رو ببافه، بعد خلاصه از عهده بر نیامده بوده، حالا میگه آقای بروجردیه. به هر حال
مثلا اینجا بعدو فکر میکنم که عمرن نتونه بفروشه این بزرگوار اینی. حالا ما آگاهیش گذاشتیم، ما کاری نداریم به این ماجراها که فروش میرود نمیرود اینها، ما کار خودمون میکنیم. ولی عمرن بنده فکر میکنم که فروش برود با از کنم نظر و نگاهی که مردم دیگه بعد از 40 سال چوب خوردن به این حضرات دارند. بله، چقدر قدرت خدا بیریخت از بزرگوار در این اثر حد اقل. بله. خب دوستان، در تصویر بعدی من خواستم عرض بکنم، منظوری نداریم والا به خدا، خواستم عرض بکنیم که به هر حال طنز دیگه از زمان عهد گرامی از قرن 8 به این سو دیگه به نظر بنده البته یک نوع ادبی مستقل هست. پیش از این خب نبوده در آثار بزرگواران و بزرگان ما، عرض کنم که حضور و نمود داشته است اینها، اما از یه روزگاری به عنوان یک به اصطلاح نوع ادبی مستقل آب عرصه ادبیات گذاشته است اینها. خب طبیعتا از ابزار کار ادبیات هم استفاده میکنم، یکی از اونها ایهام هست که از صنایع معنوی است. خب میخوام ببینیم که ایهام در طنز اگر قرار باشه بیاد چگونه میتواند باشد. شما در تصویر بعدی که شماره 11 هست ملاحظه کنید که این آگهی داره اطلاع میده که جشن ازدواج 41 زوج حشری. خب این هم گفتید در کجاست؟ در واژه حشر یا حشری مستتر هست، یعنی دو معنا در ذهن بیننده یا شنونده یا خواننده عرض کنم که متبادر میشود، یکی اون حشری معروف که در حوزه مسائل اروتیک هست و یکی هم این که اسم منطقه است. این دوستان اسم منطقه است در کنگاور غرب کشور. بله، حالا به هر حال همونطور که عرض کردیم فقط خواستم بگیم ایهام چگونه در طنز میتواند مصرف بشود. و اما دوستان اختراعات و اکتشافات هم داشتیم، شور وقتانه فرصت نیست که همه رو نشان بدهیم، نیست که اضافه همه که تصویر بعدی رو با هم ببینیم، تصویر شماره 12 که در این حال یک مشت محکم هم هست به دهان استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل که در واقع ما رو دارن از تحریم میترسانن. دوستی که تهیه فرموده است به این شکل ما رو از تحریم نترسانید، برید ملاحظه میفرمید که تورات فرنگی به این شکل با حداقل امکانات تولید شده است در تصویر شماره 12. دوستان شما بیننده گرامی برنامه هفتگی طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن هستید و اما بخش گوناگونی، بخش گوناگون فدایی گذاشته برای ما، برای اینکه بعضی وقتا چیزهای شگفت‌انگیزی در این بخش گوناگون دیده می شود که عرض کنم که به ملاحظتش می ارزد، گاهی شادیاور و گاهی البته اندوهگین است. تصویر بعدی رو ملاحظه فهم، تصویر شماره 13. خب این کوتاه اگه بخوام عرض بکنم، این از عواقع ازدواج لاکچری است به قول عوام و ماجرا از این قرار بوده است که این در کرج اتفاق افتاده، این وسیله که دارید ملاحظه فهمید که هلیکوپتر اینها، بعد یک عروس و داماد عزیزی خواستن که به هر حال لابد در این حد بودن یا وسعشون میرسیده است که اینگونه جشن بگیرن، اما موقعی که این روشن میشود این ملخ این از کنم هلیکوپتر یا اسم شرچه که هست، این شوربختانه سر داماد رو اصلا جدا میکنه و جشن رو تبدیل به عزا میکنه. ملاحظه میفهمید که از کنم چقدر غم‌انگیز است و این لاکچری هم عواقب خودش رو دارد. و چندی پیش هم یه کلیپی میدیدم که یه بزرگواری در عربستان سعودی فکر میکنم تردید از بنده است، در اونجا برای فرزندش یک از کنم که تولد شاهانه گرفته بود و اینا، از این بالون هایی هست که میرن به هوا، بچه رو سرش گشته اون تو و بالون رو آتش کرده بود و این بالون هرگز بر نگشت و من نمیدونم هنوز آیا اون فرزند رو پیدا کرده است یا نه، ولی او هم میشود گفت که از نهاز کنم که عواقب زندگی لاکچری است. خب ملاحظه فرمودید که مورد شگفت‌انگیز و غم‌انگیزی بود در این حال، و مورد بعدی رو ملاحظه فرمودید که
اگر که ما اینو به مسابقه میذاشتیم عمرن، اگر دوستان پیدا میکردن که خود پزشکان در تایوان این اتفاق افتاده از میشمون 14، خود عرض کنم که پزشکان شگفت زده شدن و به قول بچه ها برق ازشون پریده که بانوی مراجعه کرده است و سار شکایت کرده است در ناحیه چشم خارش شدید دارد و گرفتاری و اینا، و تصورش این بوده است که عفونتی در چشم اتفاق افتاده است. اما پزشکان که روش کار میکنن با کمال حیرت ملاحظه میکنن که عرض کنم چند تا بوده، چهار تا زنبور عسل در سعید آقا سعید میگه این خیلی قشنگ باز دوباره ایهام داشت. سعید میگه آقا این چشم عسلی بوده، زیبا بود. ایهام در طنز و فقره دومش رو سعید انجام داده امروز. ممنونم سعید جان. عرض کنم زنبور عسل بوده است در چشم این بانو زندگی میکرده و از محل شوری عشق این بانوی گرامی در تایوان این بزرگواران تغذیه میفرمودن که پزشکان باورشون نمیشه اول، ولی بعد میبینن که واقعیت داره، هر موفق میشوند که عرضه بدارم که این 4 تا زنبور گرامی رو از چشم این بانو خارج بکنن. و ملاحظه فرمود که این بخش گوناگون مورد حیرت انگیز داره تا اونجا که سر همه جای فدوی از کنم که به قول خودش اسفناج ارگانیک سبز می شود. چون وقتی خود پزشکان متخصص حیران بشن و حیرت بکنن خب تکلیف فدوی معلوم و بایدم اسفناج از کنم ارگانیک سبز می شود. خب دوستان سعید میگه چی دیگه مورد دیگه این نداره، این چشم مسئله برای اینکه زنبور اثر هم بوده واقعا. آره سعید جان بله در خبر آمده است که زنبور اثر بوده، یعنی زنبور معمولی نبوده، چشم اثری ایهام درست شد فقره دوم امروز از کنم توسط سعید جان به بحال. خب دوستان تصویر بعدی رو اگر که ما باز به آزمون میگذاشتیم، حتی تصور نمی‌کنم که بینندگان محترم زده انقلاب می توانستند حس بزنن که جریان از چه قراره بوده است و من این توضیحات اوریجینال اصلیش رو هم بعدا گذاشتم که یه وقت تصور نفرمایید که این محصول از کنم که کارگاه طنز فدوی است. نه باور بفرمایید، برای اینکه بعضی وقتا دوستان سوال میکنن که آقا این جدی یا طنز، برادران اینقدر طنز تولید میکنن که دیگه تشخیصش مشکله از کنم که بین واقعیت و طنز. برای اون طنزی که فدوی میشناسد عمیقا ریشه در واقعیت. بگذاریم. خب ملاحظه فرمایید این آخوند تودلبرو، حالا بنده نمیدونم چرا شاکی شده، داستان این بوده است که ایشون در ناحیه بینی دچار شکستگی میشه، بعد میره دکتر و اینا. حالا اون دکتر مربوط جراح به نظر بنده محبت کرده، چون عمدتا حضرات آخوند خب از نظر قیافه به شدت در مضیقه هستن دیگه. ملاحظه فرمایید آدما و اصلا خود برادران کلن دیگه یک صورتش مثلا اینجوریه، نمیدونم سرش مثل لوبیاست، یه چیز عجب و غریب یعنی اینا. ملاحظه بفرمید بارها دیدید. و به هر حال این جراح نمیدونم مکتبی بوده است، دوست بوده است، چه بوده است، به هر حال سوء استفاده یا استفاده بهینه کرده است و یک دماغ خیلی شیک دارید ملاحظه بفرمایید تولید فرموده است و حاج آقا صاحب دماغ سربالای تودلبرو شده و حالا شاکی هم شده بزرگوار و رفته شکایت کرده. حالا باز دوباره این ریز اگه بنده بتوانم بخونم میگوید که خداوند اون جراح، این حاج آقا گفته خداوند اون جراح را لعنت کند، تنها کسی است که حلالش نکردم، فکر میکنم چون با لباس روحانیت بودم میخواسته اذیت کند و بینی بنده را عروسکی جراحی کرد. آخر کدام جراح عاقلی بینی مصدوم تصادفی را عروسکی جراحی میکند؟ اون هم آدم طلبه. هرچی شکایت کردم به جایی نرسید. روز آخر دادگاه اون به اصطلاح پزشک گفتم انشالله دیدار به قیامت. نامرد خندید. من نمیدونم بینندگان محترم زده انقلاب آیا
فکر میکنن که این حاجرا تودر بروتر شده است تا اون دماغ قبلی آدم دماغ پیش از عملش که ما ندیدیم. بر روی این هم مورد جالبی بود. من شما میگه دوستان یادداشتی فرستاده برای فدوی یه آرزوی کرده. من دیدم این آرزوش چقدر شدنیست. هم اگر پیش ند لطف شما گامی چند. ایشون یادداشتش این گونه است. نوشته است که کاشی آخوند خانگی داشتم. من فکر کنم منظورش اهلیه. چون مثلا میگن که هر حیوان خانگی یا هر چی خانگی. تصور بنده اینه که احتمالاً منظورش اهلیست. بله دوست مرحوم فرموده است که کاشی آخوند خانگی داشتم و هر روز صبح بیدار می شدم 20 دقیقه کتکش می زدم تا یکم آروم بشم. بانوی گرامی نوشته برای فدوی هم زیرش نوشته که بانو جان اگر زحمت نیست یک نیم ساعتی هم برای فدوی منظور کنید. عجبتان با گربه مرتضی علی علیه السلام. من حضرت بدارم که دوستان در این صنعت خودروسازی ملاحظه فرمودن بخش خواهش پرستان رو عرض میکنم. مال ما که خب در جریان هستید همه جوره. بعد عرض کنم ملاحظه فرمودید که اینها مثلا BMW این دارن بنز این خودروسازان مهم و معتبر اینها وقتی میخوان که عرضه بدارن که استحکام محصولشون رو آزمایش بکنن این ماشین رو به شدت میکنن به یک مانع محکم که ببینن که چه اتفاقی میافته. حالا فدوی ملتفت شد که در ایران اسلامی هم اتفاق افتاده، یعنی این آزمایش رو انجام دادن که ببینن که این خودرو چقدر استحکام داره. بله حالا خبر اینه، تصویر داشته که من نذاشتم، تصادف یک خودرو با یک رأس الاغ در نیشابور 4 کشته بر جای گذاشت. ملاحظه فرمودید؟ و اتومبیل هم از همین که در ایران مونتاژ می‌شود یا درست می‌شود پژو 405 بوده با یک رأس الاغ در محدوده شهر قدمگاه بخش زیرجان یا زبرجان نیشابور اگر درست خوانده باشم منجر به فوت راننده و 3 نفر از سرنشینان خودرو شد. بعد در ادامه نوشته است بزرگوار که یعنی بدنه الاغ از پژو محکم‌تره. برای این آزمایش بود دیگه، همونطور که خاشپرستان مرازه فرمودی لابد کرد ماشین به سرعت میاد به مانو میکره و میزان آسیب و صدمه معلوم میشود. مال پژو هم این شکلی آزمایش شده و معلوم شده که چقدر از کنم که استحکام دارد. از سرنوشت خر گرامی بنده بی اطلاع هم. بینندگان محترم زنده انقلاب اگر اطلاعی دارند بفرمایند. دوستان طنز تصویری از منظر فدوی تعریف کرده بود قبلا که منظورش از طنز تصویری چیست و حالا دیگه مکرر نمی کنیم اگر در مجال دیگری، اما این امروز طنز تصویری از محصولات خاشپرستان هم داریم که تصویر شماره 16 هست. این عرض کنم که طنز تصویری که داریم مرازی می فهمید بدون اون نوشته که بیگمان محصول یک اصلا ذهنیت طناز هست یا بزلگو و شوخ که اساس طنز هست معنا پیدا نمی کرد. مرازی می فهمید که بچه این آقای گرامی مرازی فهمیدید در بلاد کف و زندقه اینا هم پسرها و هم دخترها شگفت‌انگیز است واقعا که اینا این شلوارشون رو نمیکشن بالا. مد البته، یعنی این نیست که اینا کمربند ندارن یا گشاد شده است اینها، این مده. ملاحظه میفهمید دخترکان که خب پیراهن رو اندکی کوتاه میگیرن که ناف گرامی دیده بشود و خون به دل دوستان بکنن و عرض کنم پسرام این کارو میکنن. داره ملاحظه میفهمید که این جوان شلوار تقریبا داره میفته. حالا این کودک این طنز رو، یعنی اون طنز تصویری رو گفتار این کودک تولید کرده است. میگه که داره میگه که میگه من 2 ساله که بودم یاد گرفتم که چگونه شلوارمو بالا بکشم. یعنی تو که به این سن رسیدی چرا یاد نگرفتی؟ به هر حال این یک طنز تصویری بود از محصولات خاشپرستان
و از محصولات خودمون هم در تصویر بعدی شماره 16 شماره 17 ببخشید ملاحظه بفرمایید که این برادر محمد رضا نقوی ریاست محترم چماقداران بیت است که داره خرسواری میکنه، یعنی اون عبارتی که فدوی نوشته اونجا و آدرس سایتش هم اونجا هست، خرسواری، این یک نوعی از خرسواری است که این یک آلبوم دارد این خرسواری که از کنم گاهی به او سر میزنیم. بله، این هم از این دوستان موافق هستن که یک سری به بردش بزنیم ببینیم مورد تازه اگر هست و از شما برسانیم. تصویر شما 18 رو داریم در این ارتباط و دختر خانم نازنینی برای نخستین بار، چون به هر حال ما در این قسمت به نظر میاد که شرکت کننده یا ورزشکار نداشتیم در قسمت بانوان گرامی و خوشبختانه ایشان در مسابقه برنده شده است. برازه میفهمید که جایزه هم دادید، برازه میفهمید، اما برادر به مذاق برادران اصلا خوش نیامده و براءت از مشرکین کردن. حکایت غریبی است، انگار که این دختر عزیز قهرمان واقعا غیر از کسب آبرو برای بی آبرویان جرم دیگری هم کرده است. چه کرده است آقا؟ کار کرده است، زحمت کشیده است، تلاش کرده است و در عرض کنم که میادین ورزشی هم توفیق داشته است. خب این باید شما اعلام براءت بکنید، شما شرم نمی کنید واقعا. بها فدراسیون بوکس ایران گفت خانم صدف خادم هست نام این بزرگوار، در نخستین مسابقه رسمی در فرانسه آقای فدراسیون بوکس ایران نوشته با انتشار بیانیه صادر کرده زود از فعالیت بوکسرهای دختر ایرانی اعلام براءت کرده، همطور که عرض کردم و بعد امروز نگاه میکردم ادامه خبر آمده بود که گویا بنده نمیدونم این چقدر عرض کنم که اصالت دارد این خبر، گویا موجبات بازداشت این بانو و عرض کنم مربیش هم فراهم شده است که اینا اگر برگردن بر آنان همون برود که بر بقیه رفته است که میدانید هم از زن و مرد. این است که گویا این دوستان از برگشت به این علت از کنم امتناع فرمودن، حق هم دارن برای اینکه اگه برن اون تو دیگه در آمدنشون با از کنم که خدا میداند با کی و کیست. خب دوستان گرامی، یک دویتی بسیار زیبا از هادی خوشندی گرامی و نازنین و هم دیگه بخوانیم. بعد عنوانش رو بزرگوار گذاشته صد رحمت به سیل، گفته سیل آمد و عشق ما در آمد، آه از دل خستمان بر آمد، خسمانه تر و جریتر از سیل، ای وای هلال احمر آمد. عادی خورسندی نازنین. بله خب دوستان میدونید که بحران مدیریت همچنان وجود داره. منظور از بحران مدیریت همون مدیریت بحران هست، چون در رادیو کفر زندقه اسمش از کنند که مدیریت بحران است، در ایران اسلامی اسمش بحران مدیریت است. یعنی در خانه خاشپرستان بحران مدیریت هنوز واقع اتفاق نیفتاده، اینا آمادن. ما برعکس است البته. باری خب عرض بکنم که مدیریت بحران فرموده است که دوستان مردم شهروندان خودشون مراقب خودشون باشن. و این باعث شده است که این هموطن گرامی در تصویر شماره 19 شما لازم می‌فرمایید به این ترتیب، این ایده بسیار خوب و کم خرج که اگر غافلگیر شد نیمه شب از سه حداقل غرق نشود، لازم می‌فرمایید بسیار بسیار فکر بکریست، جز اختراعات و اکتشافات هست. و تصویر بعدی شماره 20 توضیحش هم بوده عرض کنم توضیح سر خود هست، ملاحظه فرمید که همکنون کرمانی ها در انتظار سیل آماده هستن. سعید جان، سعید میگه که آقا مقاره بافورش کو. البته من فکر میکنم که اینقدر قضیه دشوار شده از روزگار که بزرگواران یادشون رفته، شاید هم
عرض بکنم که اونا هم آب برده سعید. من نمیدونم واقعا، ولی به هر حال دیگه اون آرامش رو ندارن مردم. بله دوستان، شما همچنان بیننده گرامی برنامه هفتگی طعم و تلخ طنز از تلویزیون میهن هستید. خب رسیدیم به قسمت پیش درآمد، و در پیش درآمد ما اشاره به اجمال اختصار به خبرهایی میکنیم که زمان زیادی از انتشارشون نگذشته است، و اساس رو برای میگذاریم که دوستان و بزرگواران از طریق رسانه هایی که منحصرن کار خبر میکنن در جریان مبسوط و مشروع اخبار هستن. بنابراین ما فقط یک ناخنک جزئی میزنیم برای یادآوری. خب دوستان بیگمان در جریان هستن که عرضه بدارم که بعد از نیروهای هشت شعبی عراق و فاطمیون افغانستان، برادران حزب الله لبنان هم البته در پوشش یا به بهانه کمک به سیزدگان در ایران مستقر شدن. خب در این مورد بیش از این صحبت نمی کنیم، برای اینکه در بخش صندوق پستی عرض کنم که از نوشته ای داریم در این مورد که به هنگام تقدیم می شود. و دیگر اینکه دوستان، باز این خبر کاملا تازه هست که دست برادران علی‌رغم میل باطن البته از اینستاگرام کوتاه شد. یعنی این عرض کنم که در که گسترده جهانی ایشون این بزرگواران رو برار حذف فرموده است، و برادرانم فکر نمی کنم که ناراحت باشند، برای اینکه اینستاگرام هم از مصادیق بارز تهاجم فرهنگی است. مگه اینجوری نیست؟ بنابراین اصلا برادرم نباید ناراحت بشن. و از کنم گزارش خبرگزاری آلمان هم گزارش کرده بود که پیش از اینها حساب‌های کاربری انگلیسی اعلی حضرت العظمی خامنه ای و شمار دیگری از سرباران، یعنی سرداران ببخشید، محسوس شده است. و در کاریکاتوری این زیبایی تصویر شده، این داستانی که الان عرض کردم، تصویر شماره 21. در اینجا ملاحظه می فرمایید که اینستاگرام دوستان رو بر روی جواب فرموده است. اون یکی از سرباران است، و اینم باید حضرت آقا باشد که دارید ملاحظه می فرمایید. به هر حال از چون آنچه که این تهاجم فرهنگی برای مردم قدغن است، این مصادیق بارز مثل اینترنت، مثل اینستاگرام و غیره، و در مجموع فضای مجازی و برای مردم حرام است، برای خود بزرگواران البته حرام نیست. این روشن است. بله تصویری بسیار که امیدوارم ملاحظه کرده باشید. خب دوستان ببخشید من یه مدار متعجله عرض میکنم که به هنگام بتوانم از حضور شما باید مرخص بشم. در جریان ماجرای لیست تروریست ها هستید که برادران ما هم در اونجا منظور فرمودن و آسابای گوناگون داشت است که بیگمان شما در عرض کنم به رسانه های گوناگون هم از دیداری، شنیداری و نوشتاری ملاحظه فرمودید، و ما مشروع نمی پردازیم به این داستان. اما چند تا تصویر رو با هم دیگه نگاه میکنیم. نخست اون یک کاریکاتور هست که تصویر شماره 22 هست از بانو نیسانه گرامی، و شما ملاحظه فرمایید بنده آب کر نخیلی قهوه بود و عیب نداره. عرضه بدارم که توضیح هم اضافه فرموده است هنرمند گرامی که حواستون باشه اگه به ما بگید تروریست، خلاصه اینگونه است سرکارتون با این از کنم که تسلیحات ما هست که دارید ملاحظه میفرمایید. و برادران نمایندگان محترم بیت در مجلس در یک اقدام نمادین مشتهای محکم و چپ و راست خلاصه به فک و پوزه استقبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل کوبیدن در تصویر شماره 23، و همگی عرضه بدارم که با لباس عرض کنم که پاسداران حاضر شدن در مجلس بیت. دارید ملاحظه می‌فرمایید. و خلاصه شدیداً این قضیه روی مخاطبین خواهش‌پرست ما عرض بکنم تأثیر گذاشته، و اونها به شدت ترسانده. عرضه بدونم که مخصوصاً عرض بکنم که سخنرانی بسیار بسیار شیوا و قرای
ریاست محترم شورای اسلامی بروجه، عرض کنم که بسیار در این مورد دیدنی و شنیدنی است که اگر بشود استثنا از آقای بهبهانی خواهش کنیم که این کلیپ رو برای ما پخش بکنن. عرض کنم از سنتر آف امریکا اند وی کان تل یو این وایت پالیس when you are asleep, Imam Khomeini says the United States of America cannot do anything and Israel must be destroyed. Down with the United States of America. Oh, Trump, you are the worst governor in the world. And به قول عوام کیوت. سعید جان کیوت بود. ممنونم که استثنای این کلیپ رو پخش کردن. ممنونم. عرضه بدارم از لقمان حکیم پرسیدن که انگلیسی رو از که آموختی؟ فرمود از رئیس شورای اسلامی خرم آباد. ملاحظه میفهمید. به هر حال فرستاده فدوی به منطقه گزارش کرده است که برادر ترامپ به محضی که این سخنرانی شنید دیگه در واقع غلاف کرد به قول معروف و تصویر شماره 24 رو ملاحظه بفهمید که خلاصه کوتاه آمده ترامپ. این سخنرانی کوبنده ترتیب ترامپ رو داد و بدو رفته و عرض کنم حیاتی اقتباس سرباری تهیه کرده است و دوست عزیز سعی میگه این مرز میگه از محصولات حسن آباده. حیاتی هم به حسن آباد بودن یا کفاشی ها سعید حیاتی ها بودن. بله یادآور می شود که لباس های نظامی رو در میدان حسن آباد تولید میکنه. به هر حال با عملیات نامحسوس برادر ترامپ رفته و لباس رو تهیه فرموده و دوستی که اینو تهیه و محرمت کرده است گفته آقا این حسن شاهکاره برای اینکه روی اتیکت دارید ملاحظه کنید سمت چپ تصویر از اینه که فدوی هم افسر وظیفه بود از اینا داشت اتیکت اسم داشت اینجا نوشتن که اسم ترامپ هم نوشتن و خیلی برای این دوست عزیز جالب بوده است. و اما غیر از ترامپ کسان دیگری هم ما انتظار نداشتیم که لباس پاسداری بپوشن اما پوشیدن و برای نمونه تصویر شماره 25 رو ملاحظه بفرمایید که این بزرگوار که باید از کنم از خواهران بلاد کفر و زندقه باشد باید ملاحظه بفرمایید سعید میگه آقا این از اعضای زینبیونه و در سه موضع این بزرگوار شما لوگوی سپاه رو ملاحظه میفرمایید. بله بله سردار هم نشدیم که به هر حال. خب دوستان این رو هم ملاحظه فرمودید و اما خبری هم در فضای در مجازستان عرض بکنم بهتر است که ملاحظه فرمودید که الان ما گزارش میدیم خدمت شما. فرستاده فدوی از منطقه گزارش کرده که سرانجام حضوری برادران سر رفت و انگی هرمز رو بستن. تصویر شماره 26 ملاحظه بفرمایید و از این لحظه دارید شما نگاه میکنید به این تصویر انگی هرمز بسته شد. حالا فدوی یادداشت گوشگاه این بیشتر به قضای حاجت میماند. این بزرگوار احتمالا دلپیچه چیزی داشته نشسته اما خب بقید این مبسوط بوده است و اینا که تنگه رو بند آورده است. این هم به هر حال از این تهدید طولانی که دوستان
تهدید میکردن، برادران تهدید میکردن که آقا ما رو به هر حال با اونجا نرسانید که تنگه هرمز را ببندیم، که دیگه طاقت برادران تاق شد. دوستان رسیدیم به صندوق پستی، این بنده نگاه کردم برای سرپدی در وقت، دیدم که آقای پدوی ما مقادیر طرز نوشته برای ما رساده است در صندوق پستی که نخست اون خبر هست، لوگوی هم داریم، لوگوی خبر عرض بکنم که ترم ترق تنز رو لازم میفهمید در تصویر 27. حالا بنده این چند تا خبر رو که فرستاده فدوی گزارش کرده برای شما میخوانم. بله، به گزارش میدانی فرستاده جنگی فدوی، ایران سابق به علت نگرانی بیمورد اعلی حضرت العظما سید علی خامنه‌ای دام تحریکات و بعد یاد رو فرض بکنم که چون در این خبر، در این خبر نخست یکی دو تا از محصولات فرهنگستان فدوی هست، ممکن است سوال ایجاد بکنه، من یه توضیح کوتاه بدم بعد خبر رو عرض میکنم با پوزش. عرض کنم اعلی حضرت العظما شما در فرهنگ لغات اینا پیدا نمیکنید، این از محصولات فرهنگی فرهنگستان فدوی است. اعلی حضرت العظما یا تهدیدات خداوند متعال، قبلا در زمان آرامش گفتن با تهدیدات خداوند متعال در مجالس جشن و سرور و این حرف ها، مثل عروسی این حرف ها بودن، با آگهیشون میگفت که با تهدیدات خداوند متعال، که برادران تبدیل شده است در دوران برادران با تهدیدات خداوند متعال. باری با گزارش میدانه فرستاده جنگی فدوی، ایران سابق به علت نگرانی بیمورد اعلی حضرت العظما سید علی خامنه‌ای دام تحریکاتو از ترکیدن بغض 40 ساله و شورش ملت رفاه طلب و با تهدیدات خداوند متعال و ذل توجهات حضرت بقیت الله العظم ارواحنا روحی فدا اج توسط نیروهای متفقین بیت اشغال نظامی شد. همین منبع افسوده است که نیروهای حزب الله لبنان به سرکردگی بوفالو سید حسن نصرالله نیز به جنود ظفرورود هشت الشعبی عراق و فاطمیون افغانستان که پیشتر و برای دستگرمی وارد ایران شده بودند ملحق شدند. مبارک است انشاءالله. یک مقام آگاه که اصرار داشت نامش فاش شود به فرستاده فدوی گفت که چماقداران گرامی زینبیون پاکستان و حوثی‌های یمن اجالتاً طلبتان. این خبر نخست. خبر دوم، که یک سری عملیات نامحسوس سربازان گمنام امام زمان اج و چاقو بر کفان آل ساندیس، نیروهای امنیتی بیت یک شبکه تروریستی خطرناک و ضد امنیت ملی را در محل مترو تهران کشف و متلاشی کردند. یک مقام امنیتی بیت که نخواست نامش تا انقلاب بعدی اج شود به فرستاده فدوی گفت این گروهک ضد انقلابی مبالغ هنگفتی گل سبک ببخشید گل سبک و سنگین کش و ضبط شده است. یک لینکی هم اینجا بود، بنده یادم رفت که خدمت های بهبانی بدم که شما ملاحظه بفرمایید، اما بعدا که ایشون فرصت پیدا کرد و در سایت بسیار خوب تلویزیون میهن گذاشت، این لینک در اونجا هست که مترو تهران رو نشان میدهد که چگونه بانوان در اونجا دارن بین در یک کوپه زنانه، حسابو نفرمایید که عرض بکنم که خطر کردن به قسمت مردانه، نه خیر، به قسمت زنانه، روز زن بوده است و اینها گل پخش کردن و این خبر رو برای به این شکل به طنز کشیده است که عملیات محسوس برادران در اونجا باعث شده است که اینها که مبالغ مهمی عرض کنم گل سبک و سنگین داشتن اینها رو بگیره. ادامه خبر بهشت اثر میگوید که تحقیقات برای دستگیری عوامل این اقدام تروریستی همچنان ادامه دارد که نتایج آن متعاقبا به آگاهی امت شهید پرور خواهد رسید. بر خبر سوم و واپس این خبر، البته یک تصویری هم دارد شماره 28 مربوط به خبر اول بود، من یادم عرض بکنم. بله، خبر سوم، به گزارش خبرنگار شهری تم ترق تنز، شورای شهر تهران برای دستگرمی با نامگذاری خیابانی به نام شجریان موافقت فرموده است.
فرستاده پدری در ادامه گزارش خود افزوده است که شورای مذکور آتش به مالش زده و 4 تکبیر زده یک سره بر هرچی که هست. خبرنگار ما اما با کسب مجوز از فدوی پیرابون این دست و دلبازی بی سابقه مبالغی دیگر به پژوهش‌های خود ادامه داده و ملتفت شده که علت و انگیزه برادران در این ریخت و پاش مثال زدنی آن بوده است که برادران در مصرف نام امامان و امامزادگان گرامی کفگیرشان به ته دیگ خورده است. الله اعلم. بله، این بخش خبر ما تمام شد. عرض کنم که ببینیم که یکی دو مطلب دیگه هم داریم اگر که فرصت باشه من عرض میکنم. خب نظرشی بعدی هست، اسمش منطقه استحفاظی. پدری اساس را بر این میگذارد که خوانندگان محترم یا بینندگان محترم ضد انقلاب به قول عوام آردی در جریان آتش سوزی کلیسای 750 ساله نوتردام پاریس هستند. گفتنی است که این بنای دیدنی گنجیده از مهمترین آثار تاریخی و هنری را نیز شوربختانه در خود داشته است. اینکه که عرض میکنم شوربختانه برای این که تومه آتش میشود. تصویر شماره 29 رو در این ارتباط داریم. ملازم کنمید که بسر اون بنای تاریخی زیبا و ارزشمند چه آمده است. دارید ملازم میفرمایید. بله، ادامه تنظیمشی فدوی رو عرض میکنم. میگوید که این حادثه اما فقط در اماکن مقدسی خاکپرستان رخ نداده. تصویر بعدی شماره 30 هست. این حادثه اما فقط در اماکن مقدسی خاکپرستان رخ نداده و عتبات عالیات خودمان هم این سین ساد اش در پرانتز از این حادثه جان سالم به در نبرده است. تصویر شماره 30 داریم. و اما فدوی منتظر و ظهور همینطور عرب ماتحت مانده است که این چه امامزادگان امامان و خدایانی است که از حفظ خانه و کاشانه و ابواب جمعی خود عاجزند. شما بینندگان محترم ضد انقلاب میدانید برای مراسم تصویر شماره 30 هم گنبد و بارگاه عرض کنم که حضرت علی علیه السلام بوده است که ملاحظه کنید که بزرگوار حال اینکه آتش رو خاموش بکنه نداشته. بله، خب دوستان عرض کنم این وابسته این تنظیم نوشته هست که من شما عرض میکنم که اسمش از خطای خبری. میگوید که فدوی پیرامون پر و تیز مؤمنانه و ولایی برادر محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه است، امام تهران بوده، در هفته ملتفت جفایی شد که در نقل خبری بر او رفته است. این خبر اینه: امام جمعه تهران یونیفرم سپاه را پوشید و از با خاک یکسان کردن تل‌آویو گفت. این خبر روی خروجی رسانه‌های بین‌المللی بوده. و در ادامه خبر حیرت اثر چون گفته است که خطیب نماز جمعه این هفته تهران در واکنش به قرارگیری سپاه در لیست تروریستی امریکا همه مردم ایران را سپاهی دانست. او اعلام کرد که اگر رهبر ایران اجازه دهد قدرت موشکی سپاه می تواند تل‌آویو را با خاک یکسان کند. خب این ادامه خبر بود. به هیچ کم و کاستی. فدوی ادامه میده. ملاحظه کردید؟ جفا از این بیشتر هم می شود. آقا خبر اصلا درست نیست و بیشتر به شایعه ضد انقلاب می ماند. فدوی در دفاع از این تئوری برای دستکمی عرض می کند که به قول عوام فرس اف آل. به قول عوام عرض کنم که در گفتگو با هفته‌نامه لوپون فرانسه این مطلب عنوان شده. آقای ظریف گفته ما کی گفتیم که اسرائیل را نابود میکنیم؟ حتی احمد نژاد هم چنین حرفی نزده. این عین فرمایش برادر ظریف است، وزیر خارجه بید. احتمالا ملاحظه فرمودید. خب حال گیرم مانند حضرت امام زیرش زده باشد و خودعه فرموده باشد، لکن به قول جد اعلای فدوی نماید بیش از این خون در دلش کرد. گویی خورده است، میباید ولش کرد. ثانیاً امام جمعه مذکور کی گفت تل‌آویو را با خاک یکسان میکند؟ فرمود تل‌آویو. ملاحظه کردید؟ این خواهش میکنم کلیپ رو نگاه کنید. مجال و امکان پخش کلیپ نبود.
ملاحظه بفرمایید خودتون که این بزرگوار عمامه دارد اما لباس آثاری در بر دارد و ایشون الان در فضای مجازی هست. شما نگاه بکنید، نمیگوید تل آویو، میگوید تل آبیب. ملاحظه فرمودید نگفته که تل آویو، گفته تل آبیب. تل آبیب هم خیلی کانجور فدایی میداند، خیلی با تل آویو فاصله دارد. بله، تصویرش هم که داشتیم بعد یادم رو فرض بکنم تصویر شماره 31 بود، بیرون رو که خودتون برای شد نگاه بکنه، اینم تصویر بزرگوار هست. و آخرین مطلب ما بود، بنده فرض کنم که به پایان آمدیم، جوهر مطالب همچنان باقی. بسیار سپاسگزارم از آقای سعید بهبانی گرامی با شکیبایی و سعی صد برنامه رو به شایستگی هدایت فنی فرمود و طعم تلخ و طنز رو ملاحظه بفرمایید. و پیش از آنکه برادران برسد در یوتیوب عرض کنم که لایک بفرمایید، براتون هزینه ای ندارد. اما عرض کنم مهم این است که قبل از برادران این کار کنید، برادران دیسلایک میکنن، شما لایک بفرمایید قبل از برادران. و افزون بر این به آگهی های آقای بهبانی در مورد مشکلات مالی تلویزیون که خب گریبانگیر اکثر رسانه های مستقل هست توجه بفرمایید. و یک دو بیتی از فدری تقدیم شما میکنیم که گفته است که من کیم گم گشته جایی در بیابان شما، شعله یا کوسوی در خیابان شما، میدونم من سالها دنبالتان اما هنوز ماندم در پیچ و تاب راه بندان شما. برای همگان در هر جا که هستند بهروزی و پیروزی آرزو دارم. تا درودی دیگر بدید.